بله، در این تردیدی نیست که پزشکیان در خدمت خامنه ای مأمور به انجام وظیفه برای حفظ نظام هستش. یعنی هدف مشخصی رو دنبال میکنه تا به هر روشی از فریب گرفته تا سرکوب و تأمین نیازهای مالی و پشتیبانی از خامنه ای بتواند خطر قیام را دور کنه. این رو هم به یاد داریم که خامنه ای در دیدارش با هیئت دولت با دهنه زدن به باند جلیلی پایداری پشتیبانی کامل خودش را از دولت پزشکیان اعلام کرد. حالا سوال اینه که خامنه ای با پزشکیان میتونه مانع قیام بشه؟ خلاصه پزشکیان چه کار دارد میکند؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای مسعود راتبی. با سلام آقای راتبی و خوش آمدید به برنامه امروز. اولین سوال از شما اینه که پزشکیان در شرایط فعلی و بحران‌های نظام که با اونها درگیره، به طور خلاصه می‌خواستم بپرسم که چه کار داره می‌کنه؟ منم سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتون. تو پاسخ به این سوال شما باید بگم کاری که الان پزشکیان داره می‌کنه خب چیز پوشیده‌ای نیست. خودش هم گفته که اومدنش برای حفظ نظام و ولایت فقیه. الان مشغول همین کاره. اولین کار پزشکیان خب تأمین کسری بودجهشه، البته از سفره مردم. این کارم با حذف سوبسید نون شروع کرد، بعدم میخواد بره سراغ سوبسید بنزین، البته اگه مواجه با قیام مردم نشه. تو این رابطه ببینید پزشکیان چی میگه. پزشکیان میگه که حالا من گندم ندارم، پول دارو ندارم، پول نهاده ندارم، اون وقت بنزین رو میخرم 50 تومن، میفروشم 10 تومن. کدوم منطقی این رو از ما قبول میکنه؟ هر انسان آگاه و دانشمندی این نوع سیاست رو نمیپذیره. می‌بینیم که فریب و دجالیت و همسویی با خامنه‌ای فی‌الواقع تو دستگاه پزشکیان سقف نداره. پزشکیان می‌خواد برنامه هفتم توسعه دولت رئیسی خامنه‌ای رو اجرا کنه که در حقیقت همون اسم رمز سرسپاریش به خامنه‌ایه، هم در حرف و هم در عمل. پزشکیان تو عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای میخواد تو کادری که خامنه ای براش مشخص کرده مسیر مذاکره رو برای رفع تحریم ها توسط عراقچی که خب مهره مناسبی براشه پیش ببره. تو این تو زمینه اعدام و سرکوب، به ویژه سرکوب زنان هم که خب هیچ زاویه ای پزشکیان با خامنه ای نداره. شما نگاه کنید در برابر بالاترین رقم اعدام توی 35 سال گذشته این رژیم فی‌الواقع لب تر نکرده، انگاری که این اعدامات توی کره دیگه‌ای داره انجام میشه و کلن ربطی به دولت این نداره. بله آقای راتبی، همه میدونیم که خامنه‌ای خب با بحران‌های زیادی درگیره، اما با توجه به توضیحاتی که شما دادید، آیا خامنه‌ای با آوردن پزشکیان میتونه در مقابل قیام مانع ایجاد کنه؟ بله، همونطور که شما هم اشاره کردید، خامنه ای زیر یه آوار سونامی بحرانهای داخلی و خارجیش بعد از هلاکت رئیسی و به طور مشخص شکست پروژه خالصسازی با پتک تحریم توسط مردم، خب شرایط رو بیش از گذشته فهمید. با توجه به وضعیت انفجاری جامعه و حضور یک مقاومت سازمان یافته و همینطور خطر قیام، مجبور شد به پزشکیان تن بده و این دقیقاً وضعیت وخیم خامنه ای رو نشون میده که توی نخستین قدم بازسازی و بازنویسی اون سناریوی گندیده اصلاح طلب اصولگرا در واقع سکه پول شد. اگه توجه داشته باشید تو کابینه پزشکیان همه باندای رژیم هستند به جز جلیل پایداری. تایید این کابینه خودش نقطه شروع
یه جنگ و دعوای عمیق‌تری تو درون نظام و به طور مشخص تو باند خامنه‌ایه. پزشکیان خب تحت هژمونی خامنه‌ای مأمور به اجرای برنامه هفتم توسعه، همون به اصطلاح دستپخت خامنه‌ای رئیسیه. ولی دو تا فرق عمده با دوران رئیسی داره که اونو به اصطلاح بسیار آسیب پذیر میکنه و نمیذاره که به اون اهداف تعیین شدهش برسه. اون دوتا چی هند؟ یکی این که این دولت برخلاف رئیسی بسیار پرشکافه و اساساً هیچ انسجامی نداره. ثانیاً این که جبهه پایداری جلیلی به عنوان یه باند قوی تو درون نظام که خب سهمی هم از کرسی تو دولت نداره، پزشکیان رو که ول نمیکنه. بنابراین کابینه پزشکیان از درونش با شکاف و تو بیرون با گرگای به اصطلاح زخمی جبهه پایداری مواجهه. از طرف دیگه توان حل کوچکترین مشکلات اقتصادی اجتماعی جامعه رو هم نداره. واقعیت اینه که الان تیم پزشکیان تمام عیار در خدمت خامنه ایه. هدفش هم فقط و فقط در یک کلام دور کردن خطر قیام از سر نظامه. بنابراین زیر چتر سیاست کلان سرکوب و جنگ افروزی خامنه ای تلاش میکنه که با فریب و دجالیت برای نظامش زمان ذخیره کنه. ولی خب برایش هیچ آیدی نداره، چون که مسائل اقتصادی اجتماعی که خب تغییر نمی کنند و سر جاشون هستند، علی رغم همه بازی های نمایشی و به اصطلاح مقطعی پزشکیان. بنابراین پزشکیان هم مجبوره که کسری بودجه نظام و تأمین بودجه سرکوب و جنگ افروزی و اتمی و موشکی و به اصطلاح نیابتی و اینهای رژیم رو با حذف یارانه های نون و بنزین و همینطور غارت سفره‌های مردم حل بکنه. به این خاطر که باید گفت پزشکیان پیشاپیش یک پروژه شکست خورده است. نشستن پزشکیان روی کرسی ریاست نه تنها مسئله از خامنه‌ای حل نمی‌کنه، بلکه برعکس مسئله سازه. چطوری؟ الان خدمتتون عرض میکنم. یکی این که خواه نخواه شق و شکاف توی بالای نظام افزایش پیدا میکنه. دوم این که انتظارات جامعه رو بالا میبره و سوم این که توان بستن شکاف های درونیش و همینطور پاسخ به انتظارات ایجاد شده رو نخواهد داشت. و چهارم این که قادر به حل تضادهای اقتصادی اجتماعی جامعه نیست. و مهمتر از همه حضور یک مقاومت سازمان یافته و سراسری با حمایت عظیم بین المللیه که این شکست رو قطعی و حتمی کرده. بنابراین پزشکیان نمیتونه خطر قیام رو از سر نظام کم کنه. هر قدرم که جلوتر بریم این حقایق بیشتر و بیشتر اثبات میشند. بله، پس یعنی با توضیحاتی که دادید آیا میتوان گفت که به اصطلاح خامنه ای همزمان در چند بنبست گرفتار شده؟ ببینید، خامنه ای به نظر میرسه که همزمان حداقل تو چند تا کوچه بنبست گرفتاره. حالا کی، چه زمانی؟ تو شرایطی که خامنه ای یه فقره انتقام سخت و هم به اسرائیل بدهکاره. خامنه ای مجبوره که تو جنگ غزه هم احتمالاً به همین وضعیت کجدار و مریض ادامه بده، حتی به قیمت به اصطلاح استمرار وضعیت فعلی توی مذاکرات غزه، یعنی مذاکراتی که تنها بازندش فلسطینی های نگونبخت توی غزه هستند که هر ساعتشون به اصطلاح در قحطی و بلا طی میشه. از طرف دیگه خامنه ای چشم به وضعیتی دوخته
که اطمینان سرمایه گذاران خارجی رو به یک ایران امن جلب بکنه، کاری که انجام اون خب نیازمند دست دادن به اقداماتیه، دست کشیدن از بسیاری سیاست‌های جنایتکارانه منطقه‌ای و همینطور صدور تروریسم به غرب، و چه بسا کم کردن اندکی از وحشیگری‌های ضد حقوق بشری و سرکوبگرانه داخلیش. اینا مجموعه اقداماتیه که اگه خامنه‌ای وارد حل اونا نشه، خب به ناچار توی چند تا کوچه بن‌بست قرار میگیره. و البته اگه وارد این اقدامات هم نشه و صرفا به تظاهر به اون اکتفا بکنه، بازم با ادامه بحران‌های اجتماعی روبرو میشه، اونم تو شرایطی که برخورد با بحران قیام و سرکوب اون رو باید با یه دولت پرشکاف به نسبت دولت قبلی پیش ببره، و این یعنی خب تحمل بحران‌های اجتماعی که اینم پیامدهای ناگواری برای خامنه‌ای و نظامش خواهد داشت. بی دلیلم نیست که می‌بینیم موسوی لاری، ببینید چی میگه، میگه که پزشکیان آخرین تیری بوده است که حکومت در کشش داشته، و اگر این هم شکست بخورد من میگویم فاجعه بار است. حالا باید منتظر موند و دید آیا خامنه‌ای پای این اقدامات میاد یا صرفا به یه نمایش بی محتوا اکتفا میکنه و همچنان دستگاه به اصطلاح انقباض قبلی خودش رو ادامه میده. بله، به عنوان سوال آخر آقای راتبی، با این توضیحات که دادید وضعیت به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ فکر میکنید چه اتفاقی میفته؟ بله، سوال خوبی میکنید. ببینید هر قد که جلو میریم حقانیت موضع مقاومت ایران درباره همین پروژه خامنه‌ای پزشکیان بیشتر روشن میشه، و اینکه سگ زرد برادر شغال و به اصطلاح در قلاده ولی فقیه. سیاست‌های کلان رژیم تو زمینه سرکوب و جنگ افروزی و ایزن اتمی شدن و موشکی و اینها خب ادامه خواهد داشت. تو عرصه بین المللی هم رژیم تلاش میکنه که یا تحریم ها رو کاهش بده یا اونا رو دور بزنه. ضمن اینکه روند تحولات منطقی و بین المللی هم قطعا که به سود خامنه ای نخواهد بود، و خامنه ای توی بن‌بسته، یعنی نه راه پیش داره و نه راه پس، و بلا تکلیفی و بازی با به اصطلاح زمانم هیچ وقت نمیتونه ازش مسئله حل بکنه. نتیجه این که عمر بازی های پزشکیان چه در داخل و چه در به اصطلاح عرصه منطقه‌ای و بین المللی بسیار بسیار کوتاه مدت خواهد بود، و اونچه که از این بازی میشه گفت به جا میمونه یه رژیم پرشکاف، اولا خامنه‌ای ضعیفتر، ثانیا و همینطور یه جامعه آماده تر برای قیامه، و در نهایت اعتراض و قیام به همراه یه مقاومت سازمان یافته و برانداز با کانون‌های شورشی. با این اوصاف، با هر تحلیل و هر نگرشی که به اومدن پزشکیان و باندش نگاه بکنیم، مطلقاً نباید تردید داشته باشیم که هدف نهایی حفظ حاکمیت ولایت فقیه. دقت کنید باند مغلوب خیلی خوب دوزارش افتاده که این رژیم رفتنیه و امکان بقا نداره. اونا یا باید به اصطلاح ذره‌ای شرافت می‌داشتن
و خلاصه ضمن افشای جنایات 46 ساله حکومت خودشون رو برای پاسخگویی در مقابل دادگاه خلق آماده می کردند، یا اینکه باید بیش از گذشته سرسپار ولایت فقیه می شدند تا اینکه به اصطلاح سرنگونی حاکمیت رو ولو کوتاه مدت عقب بندازند. اون چه که الان مشخصه تا اینجای کار، خب پزشکیان و باندش راه دوم رو انتخاب کردند و به صورت تمام عیار تو جبهه خامنه ای ثبت نام کردند. پس از نظر مردم ایران تعیین تکلیف شده هستند. بنابراین اون چه که برای مردم ایران باقی میمونه باید گفت چیزی نیست جز تیز کردن شمشیر و به اصطلاح کسب آمادگی برای قیام و سرنگونی. پس مسئولیت و وظیفه ما روشنه، ما برای جلو انداختن به اصطلاح قیام نباید هیچ فرصت رو از دست بدیم، باید در کنار مردممون هر شکافی رو تبدیل به یه فرصت بکنیم برای به اصطلاح دمیدن در قیام و اون رو فی الواقع قدر بدونیم. بله، با تشکر از اینکه امروز در این برنامه با ما همراه بودید. خیلی ممنون. تشکر از شما این فرصتی که دادید.